از سالها است که ما میخواهیم یک برنامه در مورد احمد ظاهر داشته باشیم. البته برنامه در مورد احمد ظاهر مستلزم یک تحقیقات است در مورد آهنگای زیبایی که در جامعه بیرون داده. آهنگای احمد ظاهر تقریبا همگیش توسط چند قباله‌دار کپی رایت شده. کسایی که هیچ حتی حق کپی رایت نداره کپی رایت کردن. بنابراین ما مجبور شدم که بازخوانی کنیم آهنگای احمد ظاهر. ما از هارون جان سروری که یک هنرمند ماست که آقای احمد ظاهر میخوانه. حتی میتونم بگویم که احمد ظاهر زندگی میکنه. از او خواهش کردم که با ما یک مصاحبه داشته باشه. مصاحبه را خودش بر شما میمانم. اما ما از هارون جان سروری یک سوال کردم. گفتم اگر امروز احمد ظاهر زنده شوه، خداوند بر یک روز بگویش تو را از قبر بیرون میکنم، برو در شهر کابل و احمد ظاهر در شهر کابل بیایه، ای مردم را ببینه و ای فلاکت را ببینه و ای بدبختی و آوارگی و بینانی و بیچارگی و هر کوچه بره هیچ کس نشناسه، چی خواد خان؟ برای ما اونا گفتن اینی آهنگ گوش کنین، آهنگ باده ها خالیست خالی ایره یک زمزمه کردن و گفتن اونو را اینی رقم میخوان. راستیام جاده ها خالی است، شهرها خالی است، مردم دانا کجاست؟ جاده ها پر است اما مردم دانا کجاست؟ 43 سال مکتب شکست، دانشگاه شکست، حکومت های مذهبی شد، خائنین و وطن فروش، مردم در یک رکود فرهنگی فرو رفتن. بنان جاده ها خالی است، شهرها خالی است، مردم دانا کجاست؟ درب مکتب هاست بسته، مکتب و ببخشین شاگرد و صنف ها کجاست؟ توجه شما را به باقی از این برنامه جلب میکنم. والا وظیفه دارین که ای را شریک بکنین با همه دوستایتان. ما شاید در آینده هم بتانم، امیدوار هستم که برنامه های دیگه در مورد احمد ظاهر عزیز داشته باشم. اما با فردا اعتماد نمیتوان کرد. دوستای عزیزم سلام عرض میکنم. امروز 25 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. بعد از 11 سالی که ما برنامه داشتم افتخار میکنم که این اولین برنامه ما است که من را تحفه میدم به یکی از هنرمندهای خوبترین مملکت خود که ای کاش که زنده می بود. یعنی می را در حال برش تحفه میدم که امرای ما در این دنیا نیست که ای را بپذیره. این هنرمند بزرگ ما احمد ظاهر است. ما احمد ظاهر همیشه شنیدیم اما تحقیق نکردیم یا تحقیق نکرده بودم در موردش. برای دفعه اول ما به خاطر که در موردش برنامه می ساختم یک تحقیقات کردم در سر آقای احمد ظاهر.
و ما باورم نمیامد که در 33 سالگی احمد ظاهر حدود 480 کم یا زیاد آهنگ نو ثبت کرده. چیزی که مرا بسیار غافلگیر کرد ای بود که از هر 100 خواندنش که من سعی کردم حداقل از هر 100 خواندن 90 خواندن خواندنایی است که خودش کمپوز کرده، یک تعدادش البته معدودتر اشعارش از خودش است، یک تعداد اشعارش یعنی بش یک شکل تغییر داده زیبا و مقبول که با آهنگایی که میسازه سر بخوره. یعنی ما هیچ باورم نمیامد که ما ات یک گنجینه بزرگ از موسیقی در مملکت خود داشتیم. ایره ما واقعا نمیفهمیدم. ما فکر نکنم که اکثریت مردم افغانستان حتی بفهمن که چی یک گنجینه بزرگ ما در مملکت خود داشتیم. یک تحفه خداوندی بود. احمد ظاهر وقتی که فوت شد در 33 سالگی یک گنجینه بزرگ از آهنگار بر ما ماند. 480 آهنگ که هر آهنگش به سختی یک هنرمند در تمام زندگیش میتونه که داشته باشه، افتخار داشتنش، افتخار شعرش، افتخار کمپوزش و به او صدای ملکوتی. اما چیزی که بسیار متاثر کننده است که وقتی احمد ظاهر فوت شد، در حالی که 480 آهنگ زیبا بر ما ماند که یک گنجینه بزرگ است، اما حداقل 1000 آهنگ زیباترین خود با خود به خاک گور برد. اگر احمد ظاهر زنده می بود، ما برای شما ضمانت می کنم که امروز حداقل 1000 آهنگ دیگه ما و شما به نام احمد ظاهر می داشتیم. 33 سال است که ما، ببخشین 33 سال نه بلکه زیادتر از او، در حدود 40 سال است که ما احمد ظاهر از دست دادیم، کم یا زیاد درست نمی فهم. اما ما هیچ خسته نشدیم از شنیدن احمد ظاهر. هیچ به قدر کافی نداشتیم گویی یک آب بود که می نوشیم و می نوشیم و تشنتر می شیم. از تمام آهنگایی که احمد ظاهر خواند که ما شنیدم، همگیش آهنگایی بود که باید احمد ظاهر می خواند. اما یک آهنگ احمد ظاهر بود که ایره ما باید منعیس یک ملت پیش از تولدیش ما برش می خواندیم. بعد از او احمد ظاهر آهسته آهسته ظاهر می شد. آهنگ برآمد از پس کو آفتاب آهسته آهسته. ما باید در تولدی احمد ظاهر کل ما منعیس یک ملت می خواندیم که برآمد از پس کو آفتاب آهسته آهسته. این شعر از صاحب است. ما به شما شاید ضرور نباشه معرفی بکنم آرون جان سروری را که در احمد ظاهر زندگی میکنه. احمد ظاهر البته بسیار هنرمندای داریم که در احمد ظاهر زندگی میکنن، احمد ظاهر میخوانن. شاید هیچ هنرمند ما که رفته از دنیا به اندازه احمد ظاهر کسایی نداره که احمد ظاهر میخوانن، احمد ظاهر تقلید میکنن و احمد ظاهر در احمد ظاهر زندگی میکنن. حال ما از آرون جان سروری میخوایم که ما که در تولدش نتانسته بودیم ایره بخوانیم که برآمد از پس کو آفتاب آهسته آهسته، با یاد بودش امیره بخوانن تا که یاد بودش جاودانه جاودانه در ذهن ما باشن. شما آرون جان سروری زنده باشید. Oh,
بدون شک دوست عزیزم، شما شاید یکم در تعجب افتیده باشین که احمد ظاهر آیا تنها گنجینه از آهنگای خود بر ما مانده یا صدای خود هم در گلوی یک تیاد بر ما تحفه داده. هارون جان سروری یکی از او کساست که آدم میتانه بگویه که مرحوم احمد ظاهر صدای خود از گلون ازوا بر ما یک تحفه جاودانی دادن. آقای سروری، شما خود یک کم در مورد خود معلومات بتین. من یقین دارم که زیاد نفرها میخواهند کسایی که نمیشناسند که بفهمند که شما کیستین. سلامت باشین. تشکر آقای رزم. اولتر سلام خدمت شما. بسیار زیاد خوشحال هستم که شما را برای خود داریم شب. البته جای افتخار است که شخصیت مثل شما قدم رنجه کردن آمدن در دالاس تکساس ما را نزدیک ببینن و بسیار زیاد ممنون شما هستم. بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت همه بینندگان، به دوستا و رفیقا و سازمان آب البته ناگفته نمانه و همگی سلام برسه. احترامات تقدیم است از طرف ما و همچنان آقای عیار، شخصیتی هستند که همگی با ایشان آشنا هستند. ما آرون اسمم از سروری تخلص میکنم. دنیای ما البته دنیای موسیقی ما کاملا دنیای گاموتوری است. احمد ظاهر هنرمند بود که البته تنها ما نه بلکه بسیار هنرمندایی که امروز نام خدا صاحب نام و نشان و معرفت هستند از رای احمد ظاهر شروع کردند. ما عاشقانه احمد ظاهر خواندیم، سراییدیم، نواختیم. مسلکی نیستم، بازم بگم موتور هستم، اشتباه زیاد در وجود خودم البته لازم موسیقی و نوازندگی اینا زیاد هست، شما مرا ببخشین. اما عشق ما و موسیقی ما و استاد ما احمد ظاهر بوده، امیرا را همیشه تعقیب کردیم و همیشه تعقیب هم میکنم، چون که امو ستایل و البته آقای یارم و رقمی که ما میخوانم دنیای ازمو هنرمند بزرگ ما هست، از احمد ظاهر فقید که کاملا یک دنیای متفاوت است از دیگه هنرمندها. و همیشه فالو کردیم به کمک بسیار رفیقا و دوستای ما که همیشه تشویق کردن. ماماییم بوده، فامیلایم بوده، همیشه لطف کردن و به تشویق اونا، به تشویق دوستا تانستیم که یک چیز بتانم البته تقدیم دوستای خود بکنم. خیلی سپاسگزارستم هارون جان گرامی که ما شما را داریم و تشکر از اینکه شما آهنگای احمد ظاهر زنده بر ما میخوانین و یک خاطره بسیار زیبا را در ذهن مردم ما زنده میکنین. چند سال است که شما آهنگای احمد ظاهر میخوانین؟ من در سن 18 سالگی یا 20 سالگی، در بین 18 و 20 موسیقی را البته به شوق موتور خوب و ما شما معلوم است در افغانستان خصوصا کسایی که از کابل هستند یک طبله و یک هارمونیه در خانه کلگی بود و شوقی همگی میخواندن و میسراییدن. ما همونطور یک فامیل بودیم همیشه که پدر جانم، کاکایم، مامایمشان همگی به شوق البته شوقی میخواندن و میسراییدن. همیشه در گوش موسیقی و هنر موسیقی بود، اما علاقه‌مندی زیادی پیدا کردم که جدیتر، البته جدیتر منظورم از جهت موتوری براتون میگم، بازم مسلکی من نیست. بله. اما سن 20 سالگی ما مکتب بزرگوار احمد ظاهر پیش بردم دیگه. تا به حال البته قد جدید اوایل نبودیم، همگی متشوقی میخوانیم کمرای دوستا و رفیقا، اما بعدا کمک زیادتر جدیدتر شدیم که با کمک بازم دوستای ما که نعیم جان حکیمی یکی از شخصیت های هستن که همیشه مرا کمک کردن در سی موسیقی، عثمان جان امیری، دیگه دوستایی که داریم همیشه لطف کردن، کمکم کردن، یک فیدبک دادن، یک همیشه کوشش کردن که آهنگاری که میخوانم به شکل درست بخونم. دیگه ازشان بسیار ممنون هستم. بسیار. همیشه لطف و محبتشان رو بوده. دیگه ما در سن 20 سالگی براتون بگم، من اکوردیون اولین آهنگ امرای اکوردیون، بعدا امرای هارمونیا و طبله در جمع فامیل. بله. خودت وقتی که میخوانی احمد ظاهر نمی جریان یکان باره که چشمای تا پت میکنی و میخوانی، گاهی میشه که احمد ظاهر با تو باشه، در احمد ظاهر باشی، تمثیل کنی احمد ظاهر، زندگی کنی کتش، یعنی زنده میبینی که احمد ظاهر در ذهنت میایه، ایتی یک حالت رخ میده برد؟ کاملا آقای یار، من میشه احمد ظاهر قدر من نزدیک فکر میکنم و قدر
امرای من همیشه هست که همیشه که من آمازهای را آنگاهش را میخوانم کاملا من فکر میکنم که امرای من هست، وجود من هست، من را رهنمایی میکنه به یک شکل و اگهش قلقمندی و یک جنون که من در مقابل برای آمازهای دارم یک کاملا آمازهای در وجود من هست. به اون خاطر من آنگاهش وقتی که شما بسیار نقطه مهم گفتین همیشه دوستان مرا میگن که چشمات پد میباشه وقتی که میخونید، چون که ما آهنگ حس میکنم، آهنگش حس میکنم، خودش را حس میکنم و اونمو جنون رو به طور عام بردان بگیم که دیوانه ایگ مدام برای مظاهر دارم به اونمو حس با اونمو حسات میکنم. بله ها بله ها ما خودم موسیقی نمیفهم مثل از این که یک آدم آشپز است شما نانش را میخورین آشپزیش شاید نفهمین اما کل ما مزه نان میفهمیم کاملا وقتی که احمد ظاهر میخونه مثل که نان مزه‌دار میخوری آشپز نیستی اما مزهش چه میفهمی از روی مزه میفهمی که آشپز چقدر خوب آشپز کاملا کاملا ما از روی آهنگای احمد ظاهر اشعارش زیبایی کلام طرز ادا تمام از این می اطوار از این اتو فکر میکنم که احمد ظاهر بسیار یک خواننده خوبترین مملکت ما بوده ولی خودت که موسیقی میفهمی و موسیقی احمد ظاهر میفهمی و ما دیدم که چقدر در سر از این کار کردی یعنی خودت یک کسی نیستی که از روی کوچه آمده باشی اما تو بخوانی بوری اترکایی نیست ما دیدم که خودت در سر آهنگای احمد ظاهر آنقدر ریسرچ کردی و تحقیقات کردی که امی مواد را که جمع کردی میتونی یک کتاب بسیار زیبا بیرون بتی از احمد ظاهر حتی آهنگایش که از کدام کرچا خوانده میشه کل از این را کلر کاپی واره کردی که این از اینجا یا کلر کود دادیش که از اینجا از اینجا از اینجا یعنی این یک چیز بسیار کمک کننده حتی بر دیگران است یعنی خودت اینقدر کار کردی در سر احمد ظاهر خودت چی رقم اسم میکنی احمد ظاهر یعنی امو نان را که ما میخوریم مزه میتیم ما را میگیم آشپز بسیار خوب آشپزه مگر که خودت هم آشپزی را میفهمی هم مواد را میفهمی هم کل از چیزا را خودت راجع به احمد ظاهر صدایش طرز ادای کلماتش اشعارش اینا چی فکر میکنی؟ آقای یار احمد ظاهر یک نابغه بود در موسیقی افغانستان که آمد و رفت بازم برتون بگم که آهنگای احمد ظاهر کامپوزیشن های احمد ظاهر موسیقی هایی که کار شدم به آهنگای احمد ظاهر بسیار بی‌نظیر بود تا جایی که من خودم میفهمم احمد ظاهر یک هنرمند بود که اصلا از هر لحاظ یک هنرمند تکمیل بود یعنی چیزی نبود که بعضی هنرمندای بودن در دنیا بودن البته نه از افغانستان نه به طور عموم که تیر شدن یا وکالیست بودن یا کامپوزیتور بودن یعنی تو نبوده که همه کوالیتی را داشته باشن احمد ظاهر یک فول پکیج بود احمد ظاهر همه چیز را داشت حتی خودش تا جایی که ما شنیدیم البته ما خونه بودیم در اون زمان که خودش حتی موسیقی خود دایرکت میکرد ما دیدم که ماندولین می نواخت دفعه اول بله ها آکوردین می نواخت هارمونیا می نواخت ما نمیفهم که دیگر کدام آلات دیگر هم می نواخته موسیقی خودش جور میکرد یعنی تصنیف آهنگ و تصنیف موسیقیش از خودش بود در 90% آهنگایش و صدای احمد ظاهر یعنی برای ما چیز جالب است یکی یک صدای بسیار صاف داشت کلمات بسیار زیبا ادا میکرد ما فکر میکنم اگر 100 خواننده را آهنگایش بمانین که مردم گوش کنن از روی از او اشعارش نوشته کنن شاید آسانترین از احمد ظاهر است کاملا که با مو رقمی که ای چی میکرد ادا میکرد و دیگه ای که یک اهتزاز یک لرزش در صدای احمد ظاهر بود که وقتی که میخواند یکان دفعه فکر میکردی که احمد ظاهر با صدای خود کلمات تمثیل میکنه یعنی وقتی که تو کلمه را تمثیل میکنی معنایش است که کلمه را بسیار آسان میفهمی کاملا و احمد ظاهر یعنی شاید ما شخصا شاید ما قد توجه نکردیم ما در هیچ هنرمند ما ندیدیم که در آهنگایی که میخوانه اشعار آنقدر زیبا بیرون بته انعکاس بته و حتی تمثیل کنه با صدای خود که مانایش آسان ترین بفهمی کاملا و این در آهنگای احمد ظاهر است کاملا آقای یک چیز را که ما دیدم که یعنی در حدود 480
آهنگ زیبایی از خود به جای ماند. حالا که 43 سال از وفات احمد ظاهر گذشته، اگر احمد ظاهر امروز زنده شود، برای یک روز خداوند احمد ظاهر یک عمر دوباره بده، از قبر بیرون کنه، بگه برو در شهر بیبی که چی گپه، بنایسی یک موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده، شاعر و یک آدم دردمند. بله، اتحاد آهنگایش بسیار کاملا اجتماعی، سیاسی و دردمندانه است برای مملکت ما. فکر میکنی که وقتی که در شهر در آیا و افغانستان امروز ببینه، چی را احتمالا میخواند؟ اگر یک آهنگ هم از آره براتون میخوانم بسیار خوب، که کمپوزیشنش از آقای دهی نواز است. خالی ساغر و مینا کجاست؟ درب میخانه است بسته، ساقی زیبا کجاست؟ خیر، اگر احمد ظاهر دوباره زنده میشد، در شرایط امروزی افغانستان، این شرایط خرابی که هست، او امی کمپوزیشن بزرگوار شاید به این شکل میخواند. بسیار خوب. بسیار زیبا. واقعا او دفعه که احمد ظاهر در اکسیدنت موتر احتمالاً کشته شد، اما شاید این دفعه امیر میخواند سکته میکرد کامل شرایط فعلی افغانستان. و این یک توفیق خوب احمد ظاهر است با دخترای افغانستان که امروز دروازه های مکتبشان بسته است. درب مکتب ها بسته، شاگرد کجا؟ شما فکر کنین که زندگی چقدر تفاوت دارد بین امریکا و اروپا و افغانستان. در امریکا یک دختر 16 ساله را فکر کنین که چی امکانات نیست که برش میسر است، اما در افغانستان یک دختر 16 ساله، 14 ساله، 12 ساله، 20 ساله گدایی میکنن. چی را گدایی میکنن؟ مکتب گدایی میکنن، یک پدر چی گدایی میکنه، کار گدایی میکنه، یک زن چی گدایی میکنه، حق کار گدایی میکنه. اما شما سعی کنین که ما در یک دنیای زندگی میکنیم در اینجا که بر انسان ها چقدر کار است، چقدر رفاه و آسایش است و چقدر این دنیا پهنهش زیاد است که از افغانستان تا اینجا چقدر تفاوت سطح زندگی زیاد است. این را از طرف شما و آقای احمد ظاهر یک تحفه برای دخترای مکاتب بسته افغانستان میتیم. احمد ظاهر به نظر ما یک دستاورد بزرگ احمد ظاهر در افغانستان ای بود که احمد ظاهر بسیار زود خودش شده بود. ما افغان ها یک رقم تولد میشیم و کلان میشیم که تحت قیودات خاص در تمام زندگی خود آدم های دیگر را تمثیل میکنیم. اما آدمی که زندگی میکنیم ما او آدم هیچ نمی باشیم. ما تمثیل میکنیم آدم های دیگر را که نیستیم، که باید باشیم. جامعه از ما میخواهد، پدر و مادر ما میخواهد، کاکا و مامای ما، دین ما، فرهنگ ما، تا آدم های دیگر باشیم. ما امی کمترین فاصله که یک انسان در زندگی خود داره با خودش اینمی فاصله است، فاصله خودت با خودت. اما اینمی کمترین فاصله را انسان ها در ممالک مثل ما که اولادای خود مجبور می سازیم که آدم های دیگر را تمثیل کنند، بسیاری نفر ها از تولد تا مردن اینمی فاصله کوتاه را نمی توانند بپیمایند که خودشان خودشان باشند. اما احمد ظاهر یکی از کسایی بود
که بسیار زود در افغانستان خودش خودش شده بود، در این رای نمیزد که اگه آدم از این چی میخواه. و میخاطر اگه شما هم یه آهنگ با کس چی را یک زمزمه کنین که ما بتانم بگویم که احمد ظاهر چی میخواست که باشه. هزار دفعه بسیار زیبا. حالا شما هم یال ببینین، بسیاری وقتا ما خودم دیدیم در یک جای مردم نماز میخوانه، یک سه چهار نفر وضو داره بر نماز میخوانه، یک 20 نفر دیگه از ترس به وضو میخیزن نماز میخوانن. یعنی تا آخر زندگی خود ما نمیتونیم خود ما باشیم. یعنی اگه پادیس میتونی بگی بدر شما نماز میخوانین، قبول، خلاص. اما اون نفر از ترس دیگران میخیزه نماز بخونه، به خاطر که در جامعه ما با ما اجازه نمیتن که ما خود ما خود ما باشیم. شراب میخوره پد، هر کار ما میکنیم پد. به همین خاطر جامعه ما یک جامعه مزور، ترسو و بسیار ببخشید انسان ها دروغگو بار میان، درنگ و دروی بار میان. فرهنگ مردم یک فرهنگ مزور سالوسی میشه. اما ما خوشحال هستم که 43 سال پیش یک نفر در افغانستان در اون زمان که قدر قیوداد بود استاد شده، گفت به کس چی؟ اگر آواره و مستم به کس چی؟ اگر پیمانه بشکستم به کس چی؟ و ما بسیار افتخار میکنم، امیدوار هستم و آرزو میکنم روز را که مردم، منظورم نیست که بی‌باک شوند، بی‌فرهنگ شوند، نه، اما خودشان خودشان شوند، نگذارند که دیگرا یک یوغ در سرشان پرتن و سرشان قول بکنند. این یکی از خصوصیات بزرگ احمد ظاهر بود. اما انوزم چیزی که احمد ظاهر ات جاودانه ساخته این نیست. احمد ظاهر یک واحد کل است، یک مقدار چیزهای مختلف یک جایی تولد شده، در درون یک نفر رشد کرده که او به یک آوازخوان مثل احمد ظاهر اول تبدیل شده و به یک آوازخوان مثل احمد ظاهر ماندگار شده. 43 سال بعد از وفاتش هنوزم ما تشنه احمد ظاهر هستیم. هرچی می نوشیم احمد ظاهر خلاص نمیشه و هرچی می نوشیم تشنگی ما رفع نمیشه. یک دلیل بسیار عمده از ایست که بر علاوه که احمد ظاهر خودش بود، احمد ظاهر عاشقانه زندگی کرد و عاشقانه خواند. عشق در واقع بزرگترین سبقه زندگی ما انسان ها است. از سن شاید ده، دوازده، سیزده، چارده است که ما
یک چیزایی در خود حس میکنیم، در ذهن خود، در قلب خود، در بدن خود، هورمونا تغییر میکنه، رشد میکنیم، کلان میشیم و تمایلات ما و عمدگی ما به نهایت زیاد میشه به جنس مخالف ما. از امی سن است که ما با خود زیادتر در تنهایی ها و در خلوت ما به کسای دیگه فکر میکنیم و بر از اونا دل میتیم، عاشق میشیم. احمد ظاهر زیادترین آهنگایش عاشقان است. بنابراین از امی 10-12-13 سالگی که یک نفر میشنوه آهنگای احمد ظاهر هی پشت هم عشق 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 و از ابعاد مختلف عشق، از زوایای مختلف عشق. یکی عاشق یک کس است که هیچ خبر نداره، در غیابش عاشقه، برازی یک آهنگ داره. یکی دیگه جنگی است، برازی یک آهنگ داره. یکی دیگه بیوفایی دیده، برازی آهنگ داره. یکی دیگه مخشوش است که هیچ رقم عشق است که ما دارم. یکی دیگه است که عاشق شده میگه غمهایت مبارک. یکی دیگه عاشق شده نمیفهمه که چی رقم عشق، این چی عشق است که من در دل دارم، من از این عشق چی حاصل دارم. به همین ترتیب شما صد گه در انتظارت تا پشت در دویدم، پایم ز کار افتاد آنگه به سر دویدم. یعنی حداقل یک صد حالت مختلف عشق ای در آهنگای خود تمثیل میکنه. یعنی یک آدم در سن 10-12 تا 90-100 که میرسه که عشق هیچ وقت خلاص نمیشه، به یه آهنگا خوی میکنه، عادت میکنه و در لابلای از یا خود میبینه. بناهن با احمد ظاهر زندگی میکنه و احمد ظاهر دلیل عمده که قدر جاودانه شده خواندنای عاشقانه‌اش است. و چی آهنگای زیبا و چی اشعار زیبا. اگر ممکن باشه همین شعری که فکر کنم از فروغ فرخزاد است یا سیمین بهبهانی، این چی عشق است آزاده که در دل دارم. آزاده سایزم. همطور که ما گفتم که احمد ظاهر بزرگترین دلیل جاودانگیش عشق است. احمد ظاهر در آهنگایش
عشق می پرورانه، عشق رشد میده، عشق رسامی میکنه در ذهن انسانهای جامعه خود. و چون همه انسانها تجربهشان از عشق عین چیز نیست، مهمترین چیز دیگه در ایست که اما ظاهر از زوایای مختلف، از چشم هر کس، از تجربه هر کس عشق میخوانه. برای یکی جدایی است، برای یکی شکرنجی است، برای یکی وفاست، برای یکی بیوفایی است، و هر کدام از این احمد ظاهر علایده علایده رسامی میکنند. اگر شما بتانین تو برای مقدسی اگر این را بخوانید. بله، حضرت بچه شما. تشکر. ازم احمد ظاهر حداقل 480 آهنگ دارد، حداقل، و ما برای یک ساعت دو ساعت حتی یک نمونگک کوچک، یک مزگک در روی زبان آمانده نمیتانیم از احمد ظاهر. اما میگذاریم برای آینده ها. با عنوان آخرین آهنگ در این برنامه، ما خواهش میکنم از آرون جان سروری که اگر آهنگ صد ره در انتظارت تا پشت در دویدم، این شعر زیبا از قاسم لاهوتی است، و اگر بتانین در اکوردیون بخوانین. از آده بچشم، چرا نه؟
صد ره در انتظاره، صد ره در انتظاره، تا پشت در نمیدم پایم ز کار افتاد، مونده بس دویدم. صد ره در انتظاره، صد ره در انتظاره، تا پشت در نمیدم پایم ز کار افتاد، مونده بس دویدم. دوستای عزیز، من از توجه شما عمیقا سپاس میکنم. یک تفنگک خرد ما بود به روح شاد و آزاد احمد ظاهر. از دوست ما آقای عثمان کیجه همین زمینه را مستلزم سپاس میکنم، از آقای حکیمی، از هارون جان عزیز، از آزاده جان عیار، و میگذارم که شما خداحافظی کنین و اگر پیغام آخری داشته باشید. دوست گرامی، بسیار تشکر از اینکه برنامه را مشاهده کردین. از آقای عیار بسیار تشکر، ایشان البته زحمت کشیدن تا دالاس تکساس آمدن، قدم رنجه کردن، بسیار ممنون. خواهش از فامیل شما بسیار تشکر، لطف محبتشان است. دیگه کم و کرم شما ببخشید که البته شاید کاستی و کمی و کاستی رو حتما بوده، اما باز هم ببخشید چون یک برنامه از خودمانی بود و خاص به یاد هنرمند همیشه جاویدان احمد ظاهر گرامی است. البته برنامه دیگه باز هم انشاءالله شاید برنامه‌ای در آینده ما داشته باشیم امروز آقای عیار. دیگه باز هم بسیار تشکر از توجهتان، ممنون. سرفراز و سربلند باشین. تشکر.